مرسی واقعا از این محبت و تشویقی که میکنین همه جوره. واقعا نمیدونم چی بگم، امیدوارم هیچ کدومتون شرمنده نکنن، چون اصلا اونجوری که باید خودم رو آماده نکرده بودم برای این کلام و اصلا کلاله به کلاله نگفته بودم. حتی مامانم تو ماشین بود که مامان و بابا پرسیدن در مورد چی میخوای صحبت کنی، بهشون گفتم و به کلاله هم نگفته بودم که میخوام در مورد چی صحبت کنم، فقط بهش گفته بودم که یه سرودی هستش در مورد بشکن این پوسته سخت من. بهش گفتم دوست دارم شاید بعد از صحبت در مورد این سرود رو هم بخونیم. و خیلی جالبه تمام صحبتی که کلاله کردش الان، این کلام کوتاهی که آورد خیلی در راستای صحبت‌های من هستش. البته این میگم این کلامی رو که آوردم اصلا کلام تازه‌ای نیستش، هزاران هزار بار خیلی عمیق‌تر و زیباتر مطمئن هستم که هم از مامان خواهر نسرین و هم از برده آبل و هم از کسای مختلف شنیدین. ولی شاید نمیدونم، مثل خود من این تجربه رو دارم، هزاران بار چیزهایی رو شنیدم ولی یه دفعه مثلا از یه پرسپکتیو دیگه، از یه زاویه دیگه یکی حرفی رو میزنه که شاید بیشتر انگار دوزاریه اون لحظه میفته برای خود منم بارها. و شاید هم واقعا کلامی رو که میخوام تقسیم کنم میگم هیچ چیزی تازه‌ای براتون نباشه، ولی امیدوارم که همونطور که کلاله جون و مارخوش جون هم دعا کردن یه قسمتی واقعا بتونه تغییر و تبدیل رو در زندگی ما به وجود بیاره. صحبتی که میخوام بکنم در مورد شکستگی هسته، شکستن در ملکوت خداوند هستش که چه معنی رو میده. و این یه سال تقریبا یه سال خورده دو سالی هستش که هی خداوند منو برمیگردونه به این موضوع، به قسمت‌های مختلف و اتفاقاتی که این اواخر مخصوصا برای من افتاد و مسیری رو که گذروندم خیلی عمیق‌تر منو توی این موضوع بردش. و یه کتابیه که سالها قبل من این کتاب رو کشف کردم و هی مرتبش برمیگردم. یه مقدار زیادی از این صحبتایی که میکنم الهام گرفته از اون کتاب هستش که میگم هزاران بار، نه هزاران بار، بارها این کتاب رو هی 6 ماه یه بار من هر قسمتی که وارد فصل جدیدی تو زندگی میشم یه فصلی یه بابی از این کتاب با من حرف میزنه. و در مورد شکستگی برگشتم و مخصوص این باب رو، این فصل از این کتاب رو خوندم. هم از اون الهام گرفتم، هم تجربه شخصی خودم هستش و هم همین برده ادوین چهارشنبه‌ای که اومدن در مورد شخصیت و هویت رو توضیح دادن و مقایسه کردن، باز بیشتر یه قسمت‌های دوزاری خود من افتاد در رابطه با شکستن. در مورد این موضوع برای ادوین صحبت نکردن ولی صحبتی که کردن برای من خیلی تو این قسمت رو بیشتر باز کردش. شکستن در ملکوت خداوند، فقر و شکستگی. ما یعنی انسانی روی زمین وجود نداره که توی یه قسمت از زندگیش چه لحاظ روحی، روانی، جسمی، فکری زخمی نشده باشه و ضعفی نداشته باشه. همه ما به نوعی زخمی، ضعیف و شکسته هستیم و این وضعیت انسانی ما هستش به عنوان کسی که افتاده از حضور خداوند روی این زمین، شکسته و خراب و ناکامل زندگی میکنیم. یک خلقت خیلی ضعیف و پیچیده و منحصر به فردی هر کدوم ما هستیم و این ضعف‌های ما، این زخم‌هایی که حالا از بچگی، حالا هر نوعی از رحم مادر حتی شاید به ما وارد شده، باعث میشه که عکس العمل‌های مختلفی توی قسمت‌های مختلف زندگیمون با چیزهای مختلفی که این چی میگن انگوش میذاره روی اون زخم، عکس العمل‌های مختلف به حالت گناه‌آلود نشون بدیم. حالا این گناه میتونه خشم باشه، میتونه کینه و نفرت باشه، میتونه هر چیزی باشه، میتونه باعث قتل بشه، میتونه به هر گناهی هدایت بکنه این عکس العمل های ما. و هممون یه لیست رخشویی خیلی بلند بالا داریم از طردشدگی ها، دوستی هایی که روش خیلی برامون مهم بوده، رابطی که خیلی مهم بوده و از بین رفته به هر دلیلی، یا مرگ عزیزانی که توی زندگیمون از دست دادیم، یا ضعف‌های جسمانی که برامون اتفاق افتاده، بیماری‌های فیزیکی. و هممون یه سری خاطره ها، زخم‌هایی رو با خودمون، تاریخچه زندگی ما هستش که با خودمون حمل می‌کنیم. و
برای علمی خیلی قشنگ این هویت و شخصیت و حالا این طرز برخورد ما با این سختی همونطور که کلال جون گفتن چی هستش، چطور هستش. و حقیقت این هستش که اگه با خودمون رو راست باشیم، همه ما طبق کلام اون گدای مفلوجی هستیم که روی اون زیلوش افتاده، روی اون حالا پتو یا هرچی که میخوای بگی کنار خیابون افتاده. همه ما مثل اون گدای مفلوج هستیم که افتادیم اونجا، ولی به دلایل مختلف، حالا میتونه این دلایل فرهنگی باشه یا مذهبی، کلیسایی یا هر چیزی که باشه، نمیخوایم قبول کنیم این مفلوج بودن و گدا بودن و فقر رو. و به نوعی مختلف، همطور که همه در مورد نقاب و چیزهای مختلف صحبت کردیم، میخوایم این رو انکار کنیم، رد کنیم و بپوشونیم. و خیلی مخصوصا توی کلیساها صحبتی که بعد ادوین کرد که فرق شخصیت و هویت رو کرد، صحبت کرد، خیلی از کلیساها به اشتباه این هویت رو برمی‌دارن که هویت ما، همطور که بعد ادوین گفت، طبق کلام خدا همه ما کاهن هستیم، پرفکتیم، کاملیم، هیچ ضعفی نداریم، پیروزمندیم، نمیدونم ظفریافته هستیم، هویت ما در دست راست خداوند الان نشستیم در جایگاه آسمانی، شیطان زیر پای ما هستش، نمیدونم فرزند خوانده، پسر پادشاه، نمیدونم، لیست ردیف کنیم که قدوس، پاک، این هویت ما هستش. و ولی چیزی که برای ادوین گفت، شخصیت ما که اون چطور شکل گرفته، چطور از گناه متولد شده، اون نفس کهنه ما، جسم کهنه ما، و طوری که فرهنگ و جامعه و خانواده و اینا این شخصیت رو شکل دادن با زخم‌ها، با دردها، اون شخصیت الان کجا هستش. و خیلی از کلیساها شروع میکنن اون رو میگن نه، در مسیح تو پیروزمند کامل، و یه مخالف این شکستگی و فقر روحانی، اون گدای مفلوج بودن رو مخالف زندگی پر و پیروزمند در مسیح میدونن. و اون یک حقیقت فوق‌العاده زیبا و بی‌نظیره که هویت ما هستش، ولی به قول برادر ادوین چطور این گپ، این فاصله بین هویت و شخصیت باید بسته بشه، و این مسیر چه مسیری هستش که باید بریم تا این شخصیت و هویت با هم دیگه در کنار هم دیگه، که واقعاً به چطور میتونیم در این پیروزمندی پیش بریم، این مهم هستش که میخوایم در موردش صحبت کنیم. من خیلی خشم بود واقعا امروز صبح تون تو می‌نوشتم، مامانم میگفت چقدر طولانی می‌نویسی، فکر کنم یه ساعت دو ساعتی باید حرف بزنی. منم حالا خط خودم هم نمیتونم بخونم، نه هنوز دارم می‌نویسم. دقیقا میخوام ببینیم آیا واقعا این چیزی که خیلی از کلیساها، همونطور که بعد از اینم گفت که با هویت خیلی مشغول هستن، چقدر مطابق کلام با کلام خدا مقایسه کنیم. اگه نمیدونم ترجمه شما دوتا چی هستش، من ندارم، قدیمی هر دوتاتون همین دوم قرنتیان 12:9-10 رو اگه کسی یا ماهرخ جون بخونه. دوم قرنتیان تو زودتر رسیدی؟ من 9-10 12:9-10 بله. مرا گفت فیض تو مرا کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. آفرین. نه همین. یعنی بلافاصله بعد از اینکه عیسی مسیح میگه فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف تو کامل می‌گردد، پولس شروع می‌کنه میگه که پس شادی بسیار کردم در ضعف‌های خود و فخر می‌کنم، فخر به ضعف‌های خودم تا قوت مسیح در من ساکن بشه. و واقعا میلیون‌ها بار شاید این آیه رو خوندیم. و آیا واقعا تا چه حد تو عمق این حرف پولس که یک حقیقت مافوق طبیعی رو داره اینجا تجربه می‌کنه، که یک رابطه عمیق روحانی بین ضعف‌های ما، شکستگی ما و جاری شدن قدرت خداوند وصل میکنه این دوتا رو به هم دیگه، ربطش رو. عیسی حتی جلوتر میره، یعنی واقعا میخوام همینطور قدم به قدم ببرم به اون قسمت که
شکستن واقعا چه معنی میده با اون طرز فکری که من خودم همیشه سالها به عنوان ایماندار داشتم، معنی شکسته بودن رو میخوام این رو قدم به قدم ببریم به جلوتر و این طرز فکرهایی که خیلی وقتا من خودم اشتباه داشتم عوض بشه. عیسی حتی میره جلوتر و اگه دقت کنین موعظه سر کوه رو چطور شروع میکنه، اولین موعظش، اولین صحبتش، یعنی بعد از دقیقا تمام شفاها، تمام معجزات، تمام کارهای عظیمی که انجام میده، یعنی شاگردان چطور همه فکر کنم دستشون به هم میمانیدن میگفتن به به نونمون تو روغن، الان این همه شفا و معجزات و پنج نان و دو ماهی رو چقدر زیاد کرد و میخواد پادشاه هم بشه و ما هم همه چون شاگردان هستیم به هر حال جایگاه و شهرت و مقام و قدرت و چیزی رو به دست میاریم. به به چقدر مثلا به اون موفقیت و چیز فکر میکردن و اون انسانیت کهنه و جسم کهنه‌شون پیش خودشون هزار تا حساب کتاب میکردن که چی بشه الان عیسی پادشاه میشه با این معجزاتی که میکنه، اصلا ماهی فروشی رو میندازیم 5000 تا ماهی به وجود آورد، نون فروشی رو میندازیم چقدر نون آورد، نمیدونم صف میبندن مریضا، چه پولی در بیاریم، چه شهرتی به دست بیاریم، تمام فکرشون این بود. و عیسایی که خب افکار رو میخونه و میدونه که در قلب و ذهن انسان چه میگذره، اولین حرف، اولین کلامش رو برخلاف تمام ذهن شاگردا و همه کسای دیگه شروع میکنه. متی 5:3 اولین حرفی که میزنه چی هستش اگه بخونید؟ 5:3 خوش به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. الان برمیگردم به این آیه، یه لحظه یادم افتاد میخوام کلی بگم که این کتابی که میگم خیلی ازش این رو الهام گرفتم، کل این کتاب در مورد خیلی عمیق روحانی و روانشناسی، خیلی عمیق در مورد هویت، هویتی که برای ادوینم خیلی قشنگ ولی باز نکرد، خیلی کلی صحبت کردن، خیلی عمیق در مورد هویت یک ایماندار صحبت میکنه و مقایسه میکنه این کلمه‌ای که استفاده میکنه خود کاذب، مقایسه میکنه با خود حقیقی. ما بخوام اگه طبق کلام بگیم، خود کاذب اون انسانیت کهنه، نقص کهنه ما هست و خود حقیقی اون خودی هستش که در مسیح متولد شده و اون تولد تازه و خود روحانی ما هستش که خداوند خلقش کرد. یادتون باشه پارسال هم که صحبت کردم در مورد شناختن که خداوند اون عیسی مسیح گفت نمیشناسمتون، اون چیزی رو که نیافریده اون خود حقیقی رو فقط میشناسه، اون چیزی که نیافریده که خود کاذب ما هست که به دنیا اومده با جسم کهنمون با اون کاری، یعنی نمیشناسه اون رو و میخواد اون رو تبدیل کنه. به طور کلی گفتم که خیلی قشنگ کتاب اون خصوصیت‌های خود کاذب رو در میاره که چقدر اعمال کلیسایی و کلیساها با این خود کاذب انجام میشن، خدمات با خود کاذب انجام میشه و اعمال روحانی، دعاها، کلام خوندنها، همه چی با اون خود کاذبه میخواد جلو بره و انجام بشه و چقدر این شکستن این مسکین در روح که الان میخوام صحبت کنم میخواد بشکونه اون خود کاذب رو و اون خود حقیقی و تولد تازه اون نفس، اون انسانیت نور رو در ما به وجود بیاره. اینجا مسیح میگه خوشا به حال مسکینان در روح زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. توی ترجمه های دیگه و مخصوصا انگلیسیش میگه مبارک باد یا برکت یافته باد، فقیر در روح، کلمه فقیر رو استفاده میکنه، زیرا فقط و فقط ملکوت آسمان از آن، کلمه فقط رو استفاده میکنه، فقط این کسا هستن که ملکوت آسمان رو به ارث میبرن. اگه بخوای این رو کلمه کلمه بازم در بیاری به جای خوشا به حال مسکینان، خیلی عمیق‌تر و قشنگ‌تر، یعنی یونانیش میگه برکت یافته است، کسی که فقیر در روح هستش زیرا فقط اون شخصه که ملکوت رو به ارث میبره. میخوام در مورد کلمه مسکین یا فقیر الان بشکافیمش و بازش کنیم. کلمه که یونانی عیسی مسیح اینجا به عنوان فقیر استفاده میکنه، فقیر در روح، یونانیش اگه من تلفظ درست بکنم پخوس هستش، پی ت او س ه او اس، پی تی او سی اچ او اس به انگلیسیش،
پخس هستش که وضعیت کسی رو توصیف میکنه که شکسته هستش، به حد گدایی هستش و خیلی ضعیف و محتاجه. و کلمه این که یونانی ها به طور معمول برای یه شخص فقیر و گدا استفاده میکردن پخس نبود، کلمه پناکراس بود، PENACROSS پناکراس. یونانی ها به طور معمول، ماها مثلا میگیم طرف فقیر گداه، این کلمه پناکراس رو استفاده میکردن. ولی مسیح کلمه پخس رو استفاده میکنه که خیلی اکستریم تره، خیلی معنیش عمیق‌تر هستش. پناکراس که ما هم استفاده میکنیم، گدا یا فقیر، در مورد کسی صحبت میکنه که فقیر و گدای کنار خیابونه ولی قدرت اینو داره که بره توی آشغالا واسه خودش غذا پیدا کنه، قدرت اینو داره بره یه جوری بالاخره غذای گیر بیاره و زنده بمونه و نیازشو بره. فقیره، بدبخته، بیچاره است ولی زنده است. به انگلیسی میگن سوروایو میکنه، هنوز زنده است، هنوز داره به هر حال یه جوری از آتشقالا غذاشو گیر میاره، یکی بالاخره یکی میره به زور غذایی رو میگیره، گدایی میکنه. ولی کلمه که عیسی استفاده کرد پخس، در مورد شخصی صحبت میکنه که انقدر شکسته است، انقدر فقیره، انقدر ناتوان و محتاج، افتاده توی آشغالا مفلوج واقعی، که اگه یه نفر وای نسته اونجا و کمکش نکنه، غذا نده بهش، این به مرور زمان خواهد مرد، انقدر ناتوانه. و مسیح اون کلمه رو استفاده میکنه با برای فقیر در روح، میگه تا این هست که تو دیگه به آخر خود رسیدی، هیچ قدرتی نداری، تا یه نفر وایسه بهت غذا بده، کمکت کنه. و میگه این شخص هستش که لحاظ روحانی کلیدهای ملکوت بهش داده میشه و ملکوت از آن اون شخص هستش، وارث ملکوت هستش، نه یه گدایی که میتونه خودش بره غذاشو پیدا کنه. شکستگی از دو قسمت تشکیل میشه، دو تا قسمت داره. قسمت اولش اینه که زندگی که شخصی که طوری زندگی میکنه که آگاهه، میدونه که ضعف‌ها و گناهانی به خاطر این ضعف‌ها و ضعف‌ها و دردها گناهانی رو انجام میده که خیلی راحت میتونیم این ضعف‌ها و زخم‌ها باعث میشه که تو این گناهان رو انجامی، میدونه که ناتوانه، میدونه که قدرت نداره. این آگاهی خیلی مهمه و خیلی ها این رو انکار میکنن و رد میکنن، نمیپذیرن، آگاه ازش نیستن و اون خود کاذبه همش میخواد بگه که من قویم، قدرتمندم، میتونم، مخصوصا اگه به طور اشتباهی با اون هویت مسیح شعار پیروزمندم، قادرم در مسیح هر کاری، البته این آیه درسته، در مسیح قدرت هر کاری رو دارم، ولی خیلی ها اون در مسیحشو حذف میکنم، میگم من قدرتمند، پیروز، همه کار میتونم بکنم. و دومین قسمتش، این شکستگی، پاسخ ما به این فقر و ناتوان بودن هستش، که پاسخی هستش که به آخر خط خودت رسیدی، دست برمیداری از متکی بودن به قدرت و انرژی خودت که من میتونم برم از تو آشغالا غذا پیدا کنم، متکی بودن به استعدادهای خودت که من چه توانایی هایی، چه موزیسیانی، چه رهبر پرستشی، چه قدرت بیانی دارم، چه نمیدونم استعدادها و توانایی هایی دارم، چه هوش بی نظیری دارم، چه لیسانس الهیاتی دارم، چه نمیدونم توانایی های خودت، ثروت خودت، افتخارات گذشته، مامان من این بوده، بابای من این بوده، نمیدونم افتخارات، دست برمیداری از تمام اینا و با تمام وجودت متوجه میشه که تمام امیده برای زندگیت و تبدیل شدن و نجاتت به معنای کامل کلمه فقط و فقط در عیسی مسیح خداوند هستش. و به این مرحله که میرسی، یعنی واقعا به آخر خط خودت میرسی و با تمام وجودت وابستگی کامل، این وابستگی کامل و تسلیم کامل، اون شکسته شدنه که تو رو بهت صلاحیت میده که وارث ملکوت بشی.
وقتی به این مرحله میرسیم که نمیتونیم انقدر گدا و محتاج خداوند و قدرت خداوند هستیم که نمیتونیم با قدرت خودمون خدمت کنیم، نمیتونیم با قدرت خودمون به دیگران کمک کنیم، به خودمون کمک کنیم و محتاج یک نجات دهنده هستیم. من همیشه وقتی میگفتم عیسی رو به عنوان نجات دهنده حرف ازش زده میشد یا میشنیدم توی سرودا، تنها چیزی که به فکرم میرسید خب نجات داد ما رو از گناهانمون، میدونی به عنوان یک نجات دهنده ما رو از گناهامون نجات داد. ولی وقتی توی این مسیر شکستگی رفتم، انگار عیسی نجات دهنده اون قدم اولش بود که ما رو از گناه نجات داد، ولی هر روزه انگار میخواد ما رو از اون نفسمون، از خودمون، از اون منیتمون نجات بده، از اون که باعث خرابی ما، بدبختی ما، همه چیز ما هستش، نجات بده. یعنی شکستگی یعنی مالک این فقر خودمون بشیم، مالک اون ضعف خودمون بشیم، بدون که من این هستم، و چسبیدن و وابستگی کامل به عیسی مسیح هستش. و عیسی مسیح خودش نمونه کامل از این وابستگی بودش. همونطور که نمیدونم یا کدومتون یادم نیست، ما فکر کنم در دعا بودش ماهرخ گفت که افکار خدا و عیسی وقتی خدمت میکنم میگفت من اون کار رو که میبینم پدر میکنه میکنم، اون چیز رو که میبینم پدر میگه میگم، اون چیز رو که پدر میبینه من میبینم، میدونی؟ و اون وابستگی کامل رو که هر چند وقت یه بار میگفت باید کنار بکشم، برم در حضور خداوند در دعا، با اینکه خودش خدای کامل بود، انسان کامل بود، ولی به عنوان یک انسان کامل نشون داد که چقدر وابسته است به خداوند و توی خدمتش این رو واضح نشون داد. و این وعده بهش بردن ملکوت به ایماندارانی داده نشده، همونطور که کلالجون گفت، یکی از این عزیزانی که خیلی در موفقیت در جلو داشت میرفتش، به بعده به کسایی داده نشده که یه ایمانداره پرفکتی که همیشه شاد، همیشه موفق، همیشه در پیروزی، اصلا هیچ معنی افسردگی و تنهایی و غم و اینا رو اصلا نمیدونن، توی تمام جلسه ها به طور مرتب شرکت میکنن، تمام سمینارها، ساعت ها دعا، کلام، و یه ایماندار سوپرمن بهشون میگیم، یه ایمانداره که واقعا سوپرمن هستن و نگفته اونا وارث ملکوت خداوند میشن و همیشه در حال خدمت کردن و هی خدمت های بیشتر و بیشتر و گسترده‌تر. و خدمتی واقعا مثمر ثمر هستش که از اون شکستن، از اون زخم ها و از ضعف ما، مثل پولس میگه که افتخار میکنم به ضعف های من، افتخار میکنم به اون که قدرت مسیح از اون ضعف ها در واقع جاری میشه. و آیا به این زخم ها یک پاسخ فرهنگی میدی که میگه قربانی نباش، قوی باش، تو میتونی، پیروزمندی کاملی؟ آیا اون پاسخ رو میدی یا یه پاسخ روحانی میدی که پاسخ روحانی دون وابستگی مطلق و کامل به عیسی مسیحه؟ چه عکس العمل نشون میدی نسبت به اون شکستگیت؟ و همینطوری چیزی که من خودم همیشه فکر میکنم وقتی در مورد شکستگی کسایی صحبت میکنم یا فکر میکنم که الان فقیر در روح، مسکین در روح باشم، چیزی که به ذهنم همیشه میومد که الان باید در حال توبه، خدا این گناهو کردم، از این گناه توبه کنم، از اون، به قول معروف در پلاس و خاکستر در حال گریه و توبه و منو ببخش خدا و پیش دیگرانم همینجور اعتراف کنم، و این تصویر غم و درد و پلاس و خاکستر و توبه و گردن کج و مثلا اینا همش به ذهنم می اومد. و این حتی این احساس تأسف برای خودت و گناهان خودت، همه اینا از اون خود کاذبه سرچشمه میگیره که تلاش میکنی با جسم خودت، نفس خودت، که خودتو به اون مرحله شکستگی برسونی، خودتو به اون مرحله که مثلا بعضی وقت فکر میکنم خب الان گریم نیومد، از پس شکسته نشدم، پس باید بیشتر برم در دعا و کلام، بیشتر مثلا به خودم فشار یه جوری بیارم که مثلا ملزم بشم که گناهکارم و گریه بکنم و متاسف باشم، توبه کنم. این نشانه شکستگی و فروتن شدن و اینا هستش، و اینا همه منشأ گرفته از اون خود کاذبه که با تلاش انسانی خودش میخواد به اون مرحله برسونه.
و پایه و اساس شکستگی فقط و فقط تسلیم کامل تمامی وجودمون به خداوند هستش، که فقط از اون طریق هستش که دریافت و حیات و تبدیل شدن به وجود میاد. حالا میخوام برگردیم به این قسمتی که میگه خوشا به حال، یا اون ترجمه اصلیش میگه مبارک باد، برکت یافته باد اون کسی که شکسته میشه. ما به طور نرمال فرهنگی و فکری انسانی وقتی حرف از شکستگی میزنیم بیشتر حالت انگار لعنت و یه چیز منفی و افسرده و بدبخت و بیچاره و این چیزا به ذهنمون میرسه، نه یه چیز نگاتیو بیشتر حالت لعنتیه، لعنت توشه تا برکت. کجاش برکته؟ شکستم من، بیچاره شدم، حالا به هر دلیلی کجاش برکته؟ ولی عیسی در ملکوت این رو برکت میدونه. حالا چرا این شکستن ما برکت هستش برای ما؟ برکت هستش چون عیسی خودش داوطلبانه به جای ما شکست. اشعیا 53 3 تا 5 میگم دیگه، همتون حفظ هستید که به زخم‌های او شفا یافتیم. تمام این قسمت رو اگه دلتون میخواد، الان وقت هستش یا نیستش بخونیم، ولی فکر میکنم همتون میدونید عیسی خودش به جای ما شکست و برای همین این بدن جلال یافته. این قسمت وقتی که امروز صبح میخونم خیلی یه قسمت چیز جدیدی به من داد. برای همین حتی بدن جلال یافته عیسی مسیح هنوز جای زخم ها و سوراخ ها روی دست و پاش بود و شاگردان عیسی جلال یافته رو نشناختن. فقط از طریق زخم های او بود که شناختن که او واقعا عیسی مسیح هستش. انگار عیسی خودش تصمیم گرفت و میخواست داوطلبانه گفت این زخم ها جزئی از این بدن انسانی من هستش، پذیرفت، احترام گذاشت به این زخم ها و با خودش نگه داشت. حتی ما زمانی که به ملکوت بریم باز انگار این زخم ها رو در بدن مسیح سوراخ، دست ها پایش سوراخ شده و میبینیم. انگار به ما داشت میگفتش که تو هم بپذیر، احترام بذار به این زخم هایی که در تاریخچه زندگی، در زمانی که متولد شدی، با خودت داری حمل میکنی و بپذیر این زخم ها رو، احترام بذار. و با این انگار به ما با نگه داشتن زخم ها روی بدن جلال یافتش انگار میخواست به ما این امنیت رو بده که ما تنها نیستیم، ما هم اون هم این رو داره، اون هم با خودش این زخم ها رو حمل میکنه. ما شب پیش خودمون فکر کنیم که نه، زمانی که تولد تازه پیدا میکنی و همه چی تموم میشه و اینا دیگه کامل پاک این زخم ها، ولی این زخم ها تاریخچه زندگی ما هستش که از طریق اون شاید دیگه دردی نباشه، ولی جاهاش از طریق اون میتونی تو قدرت جلال خداوند رو نشون بدی، بگی من این جای زخم هایی رو که من گذروندم و خدا من از کجا به کجا رسونده الان و چطور شفا و آزادی همه اینا رو داده، ولی هست، جاش هست. ممکنه یه جاهایی به هر حال به هر دلیلی بزنه بیرون و نمیخوام حالا خیلی عمیق تو این قسمت برم، ولی به چه دیدی به این زخم ها نگاه میکنی؟ به این درد هایی که شاید همین الان هم داشته باشی، با افکار منفی نسبت به خودت که من احساس نالایق بودن، ناشایسته بودن، من هیچ وقت لیاقت و شایستگی این رو که عروس پرفکت عیسی مسیح بشم و ندارم، چون یه همچین بلاهایی، یه همچین زخمایی، یه همچین چیزهایی رو در زندگیم گذروندم و دارم، احساس طرد شدگی نسبت به خودت، و یا اینکه به این زخمها به قول همونطور که کلال جون گفت با این دردها و زخمهایی که گذشتیم، طوفانها و مصیبتهایی که گذشتیم، آیا اینها باعث پاک شدن ما، تطهیر ما، خالص شدن ما، این آتشها آیا اجازه میدیم که قدرت مسیح در این ضعف‌های ما جاری بشه و این رنج‌هایی که ما میکشیم بهترین وسیله هستش برای شکل دادن عیسی مسیح در ما و پاک و تقدیس کردن ما هستش. و همونطور که گفتم، من خودم وقتی که داشتم این آیه ها رو میخوندم خیلی برام زیبا این چیز باز شد، برخلاف تصوری که همه میکنیم که در شکستگی اون سر کج و غم و اندوه، ولی داره میگه که تنها این کسا وارثان ملکوت هستن. ملکوت خداوند، خصوصیت های ملکوت خداوند چی هستش؟ میتونین بگین؟ خوشی، شادی، سلامتی، محبت، پوری. برای همین پولس میتونه با جرأت بگه شادی بسیار کردم میکنم در ضعف های خودم. با شادی داره میگه من این ضعف ها رو دارم، چون وقتی که تو میپذیری مالک این زخم ها میشی، نمی جنگی باهاش با ماسکای مختلف که نه من قویم، هیچ
آسیبی ندیدم، هیچ چیزی نیست و میپذیری، مالک این زخم ها میشی و وابسته کامل به مسیح میشی، اون موقع است که انگار حیات که پر از شادیه، پر از آرامشه، پر از پیروزمندیه، پر از صلح، انگار تازه با اون هویت یکی میشی، هویتی که میگه کاهن اعظمی، غالبی، پیروزمندی. انگار فقط یه تار موه بین این دوتا تا به هم دیگه نزدیک بشه. ولی یه چیزی هم هستش که انگار هر روزه واقعا باید این فقر خودمون رو و مسکین در روح باشه، همونطور که مسیح میگه هر روزه نفست رو انکار کنی، صلیب رو ورداری. قسمتی از این نفس رو انکار کردن، اون نفس همش میخواد همه چی پرفکت و کامل و عالی و کامل و اینا باشه و خودش رو خوب و عالی نشون بده، ولی انکار نفس یعنی انکار این قسمت که نه، بپذیرم که من ظرف شکسته و ناتوانی هستم و اگه مالکیت روزانه این شکستگی رو نداشته باشیم، به طور روزانه مالکیت این شکستگی رو بر نداریم، در خدمتمون هم هیچ تأثیری رو نخواهیم دید. یه نمونه واقعا کامل زنده برای من شخصا تو زندگیم مامانم، خواهر نسرین هستش، که واقعا هر بار که میشنوم و میبینم خدمتش رو که چطور خداوند در ضعف ها هم لحاظ فیزیکی، یعنی دردهای میگرنی که شاید مثلا من بعض وقت یه بار در ماه، دو بار در ماه سردرد نرمال میگیرم، احساس میکنم فلج شدم و آسمان و زمین رو میخوام به هم بیارم و قرص و اینا بخورم، دیگه چقدر دردهای میگرنی وحشتناکه. و با تمام هورمونا، من واقعا مشکل هورمونی اونجوری نداشتم، ولی مسیر زندگیم، استرس ها و چیزهایی که برای من به وجود اومد، خیلی هورمونای من رو از بالانس برداشت و خارج کرد و تیروئید من شدید یه مدتی اکتیو شده بود و بالانس خارج شده بود. اصلا وحشتناکترین روزای زندگیم بود که این هورمونا به هم ریخته بود تو بدن من، عصبی، افسرده، عصبانی، اصلا هیچ چیزی تحت کنترل خودم نبود، خسته، از اینجا تا اونجا میرفتم، اصلا انگار کوه کندم. و کاملا میتونم درک کنم که این دو هفته خواهر نسرین تا تو چی میگذره، چون واقعا یه چیز غیر قابل تحملیه که همه چیز رو تحت تاثیر قرار میگیره. با این حال و همینطور مسیرهایی که شاید تا یه حدی بدونین، من چون بچه او هستم و باهاش گذروندم و میدونم لحظه به لحظه، نه لحظه به لحظه، ولی اون قسمت اعظم چیزهایی که بر ماما گذشته دیدم، با تمام شکستگی ها و آتش ها و آب آتش ها و طوفان هایی که گذرونده، چطور با تمام وجودش به عیسی مسیح وابسته بود و هست، و چطور مثل پولس میتونم بگم قدرت مسیح در ضعف های او از طریق او جاری میشه و حیات رو، شفا و آزادی رو به دیگران منتقل میکنه. و این به این معنی نیست که الان چون داره قدرت مسیح در او کار میکنه الان فیزیکن سردردش کاملا خوب شده و نمیدونم ضعف های نیستش، نه به این معنی نیستش، ولی تأثیری که در خدمتش دیده میشه دلیل اصلیش همون وابستگی هستش که به خداوند داره. نه همینطور زرین، چقدر وقت داریم ما هنوز؟ من دارم خیلی زیاد صحبت میکنم. نه چند دقیقه دیگه وقت داریم؟ اگه وقت کمه این قسمت رو حذفش کنم، یه قسمتی هستش کوتاه، نمیدونم چقدر وقت داریم. نه چقدر وقت داریم؟ چند دقیقه وقت؟ تا 10 دقیقه دیگه. همینطور ظرفیت دریافت فیض ما به درجه شکستگی ما و مالکیت این شکستگی ما ربط داره. یه مثال خیلی قشنگی که میتونیم از کلام خدا برداریم، داستان متی 18 هستش که نمیخوایم بخونیم، داستانش طولانیه، در مورد همون پسر مردی که توی زندان هستش و میلیون ها دلار قرض داره به پادشاه یا اون ارباب، و اون پادشاه اگه پیدا کنیم ببینم پادشاه بود یا ارباب بود، اربابی بودش، و اون ارباب او رو میبخشه، میگه این میلیون ها دلار تو رو بخشیدم، و کدوم بدهکاری بیگذشت؟ آره، و اون ملکوت آسمان خیلی قشنگ داده اینجا عیسی مسیح ملکوت آسمان و پادشاهی آسمان رو توضیح میده. آقای اون ارباب میلیون ها دلار قرض این شخص رو میبخشه، از زندان آزادش میکنه، و اون لحظه که داره از زندان آزاد میشه این شخص چی میگه؟ میگه که جوابش به پادش، به اون ارباب چی هستش؟ میگه که من مرسی، خیلی ممنون، ولی هر جوری شده من این قرض رو به تو پس میدم.
درسته؟ بله پس آن قلم رو به زمین نه آیا آقا آفرین ای آقا بخون آره میخوای بخونی؟ ای آقا من رو مهلت ده آره آقا من رو مهلت ده تا همه رو به تو ادا کنم یعنی به زبون دیگه به من فرصتی بده همه این میلیون دلاری که به من بخشید رو به پس میدم خب؟ خیلی از ما مسیحی ها همینطور وقتی به مسیح ما میاریم اون فیض رو چون نشکستیم به ته خط خودم نرسیدم که من نمیتونم فکر میکنیم هنوز میتونیم با اعمال مذهبی و نفس کاذبمون میگیم پس میدم جریمه رو پس میدم بهت تلافی این بخششی که به من کردی رو میکنم سعی میکنم اعمال مذهبی رو انجام میدم آدم خوبی باشم این کارو بکنم اون کارو نکنم که بتونم تلافی این بخشش تو رو به تو پس بدم اون فیض رو چون اون شخص نچشیده دریافت نکرده چون نشکسته به این مرحله نرسه که آقا نمیتونم من نمیتونم این میلیون دلار تو رو بدم مرسی با تمام وجودش بشکنه و بگه بپذیره این فیض رو چون نپذیرفته بود تا از در بیرون رفت خیر اون نفری که 500 دلار بهش بدهکار بود و گرفت بده و پادشاه هم وقتی عربام هم شنید گفت برگرد تو زندان و اگه اون رو دریافت کرده بود میتونست اون فیض رو دریافت کرده بود از اون شخص میتونست با دیگران با فیض رو بده چیزی رو که دریافت نکردی نداری نمیتونی بدی به دیگران نمیتونی ببخشی نمیتونی رها کنی نمیتونی با فیض برخورد کنی و دقیقا ظرفیت دریافت فیض که میتونه واقعا زندگی ما رو تنها چیزیه که نه میتونه تنها چیزیه که اون فیض و حیات و دریافت اون بخشش و عشق و محبت خداوند هستش که ما رو از درون تبدیل میکنه ربط داره به این که چقدر به این مرحله برسی که نمیتونم جبرانت کنم نمیتونم شکستم نمیتونم قادر نیستم خدمت کنم قادر نیستم زندگیمو فیکس کنم قادر نیستم بچه‌هامو درست کنم قادر نیستم شوهرمو درست کنم قادر نیستم هیچی رو درست کنم با قدرت انسانی خودم و دقیقا به اون ربط داره که تو چه حد فیض رو در زندگی خودت دریافت کنی و به دیگران منتقل کنی و همینطور عشق خداوند رو و همینطور که داشتم این چیز رو آماده میکردم یه جمله گفته بود که اون تا نشکنی عمق در اون شکستنی که عمق عشق خداوند رو دریافت میکنی و اون در واقع اون رسپشنت واز میشه که دریافت کنی و یه تصویری اومد جلوش شرف خیلی جالب بود اگه این رو نگاه کنین ظرف رو به عنوان یه کوزه یا چیزی نگاه کنین توی این ظرف تاریکه هیچ چیزی از توش معلوم نیست نمیتونی هیچ چیزی هم نفوذ نمیتونه بکنه به این ظرف درسته؟ هیچ چیزی واردش نمیتونه بشه چون کامله و فقط زمانی که تصور کنی که این یه کوزه است میشکنه از شکاف‌های اون شکستگی هستش که نور وارد میشه و تو توی اون ظرف رو میتونی ببینی و حالا به هر دلیلی بگی حالا اون ظرف اگه فکر کنی کوزه است شکسته بشه و تو در اون شکستگیش هستش که میتونی آب رو بریزی اون خاکش رو دوباره نرم کنی و اون کوزه رو دوباره شکل بدی اگه اون کوزه هم پخته نشه گلی باشه دقیقا بخوای مثلا تصورش بکنی انگار در اون شکستنه که از اون شکاف هایی که در تو بخواد تصویری تجسمش کنی اون نور حیات و عشق خداوند رو تو میتونی دریافت کنی وارد تو بشه این کاملیت همین الان مال ما هستش و برکت و کاملیت در ما هستش چون در شکستگی ما عیسی ما رو کامل میکنه کاملیت این نیستش که زخم ها نداشته باشیم بلکه پلی عیسی در زخم های ما هستش که ما رو کامل میکنه و جنوب آلمان که بودم خالم خیلی هر یه جمله خیلی قشنگی رو گفت در مورد طلاق و جدایی من که باهاش با هم دیگه حرف میزنیم خب برای من همین طلاق خیلی یه چیز وحشتناک بزرگ اصلا غیر قابل میگفتم محاله تو زندگی من اجازه بدم یه همچین چیزی اتفاق بیفته و میتونم بگم یکی از دردناکترین و در این حال پربرکتترین اتفاقاتی بود که تو زندگی من افتاد که یه شکستگی در من به وجود آورد که یک رابطه جدید یک عمق جدیدی با خداوند به وجود اومد و میتونه
این شکست یا این طلاق میگم به دید اون شخص بستگی داره. خیلی ها هستن که با طلاق روبرو میشن ولی سالهای عمرشون در تلخی و زجر و کینه و نفرت و عقب کشیده میشه و مرتب با این افکار خود دلسوزی و خشم و هر چیز منفی که بخوای بگی زندگیشون رو حروم میکنن. ولی چه دیدی داشته باشه؟ برای من یک نقطه جهشی بود، یک شکستنی بود که انگار واقعا حیاتی در من جاری شد و تسلی که خداوند به من داد. بلافاصله بعد از اون تمام کسایی که در این مسیر طلاق داشتن زجر میکشتن، بیمان و کسایی بودن، نویمان بودن که جذب من شدم، از شهادت من شروع کردن. یکیشون منتظر من برگردم که ببرمش کلیسا، یکی از همکارام هستش. و همین با اینکه مثلا خودم رو این ظرف خالی و شکسته میدیدم، ولی میدیدم که انگار در همین اتفاقاتی که در زندگی من افتاد، انگار خداوند داره قدرت خودش رو جاری میکنه، در از این ظرف به طرز جدیدی داره استفاده میکنه که خیلی برای خود من باعث برکت هستش. دقیقا یا تقریبا من اون چیزایی که در قلبم بودش جست گریخته گفتم، افکارم همه جای مختلف بودش. فقط میتونم بگم این زمانی که شروع کرد خداوند با این کلام شکستن صحبت کرد، خیلی تصویرهای زنده میداد از اینکه مثل اون مریم که عطرش رو آورد و پای عیسی مسیح شکست، تا اون عطر شکسته نه، تا اون ظرف شکسته نمیشد، اون عطر پخش نمیشد به همه جا و حضور مسیح رو در بر نمیگرفتش. انگار اون شکستن نه تنها تو رو آماده میکنه بر دریافت عشق و فیض خداوند، بلکه همینطور یه شناخت جدیدی از عطر معرفت عیسی مسیح از تو بلند کرده میشه و تو یه شناخت جدیدی در خداوند به دست میاری. این کلامی بود که در قلب من بود و با تون خواستم تقسیم کنم. میخوایم با هم دیگه دعا کنیم، میخوایم این سروده بشکنم خود سر سخت من رو ما هم دیگه